با سلام خدمت عزیزان و حاضرین در یادمان استاد شجریان و تشکر از مهربانانی که برای این یادمان زحمت کشیدن و عذرخواهی از این که به علت شیوع کرونا نتونستم حضوراً در میان شما باشم. استاد شجریان بدون شک یکی از تاثیرگذاران و حافظان موسیقی اصیل و ملی ایران هستند. با عنوان ابرمرد آواز ایران و به تعبیر هنرشناسان خسرو به آواز ایران. شاید اگر از صدای زیبا و زنگدار و لطیف عارفانه بگویم سلیقه‌ای باشد، گرچه برای بزرگی او کافی است، چنان که خیلی ها از این نظر دیگران را میپسندند. اما اشراف کامل و وفاداری استاد شجریان به حفظ و نگهداری ارزش‌های موسیقی اصیل ایرانی و دقت در تلفیق شعر با موسیقی تا آنجایی که ادبیات ایران مدیون توجهات و دقت نظر ایشان میباشد، به تعبیر خود استاد، حافظ، سعدی، مولانا و خیام و دیگر شاعران ایران حبس در بین اوراق و در کنج تاریک کتابخانه ها بودند. با تلاش ایشان در معرفی این شاعران که خود گوهرهای درخشانی در تاریخ ادبیات ایران هستند، نقش بسیار تاثیرگذاری داشتند. و نکته دیگر که استاد را متمایز می کند، به قول اعراب لازیمه. لازمه در تعبیر موسیقی یعنی نشانه‌ها و تزیینات و نغماتی هستند که موسیقی کشورها را از همدیگر متمایز می‌کند و در موسیقی ما لازمه همان ویبراسیون‌ها و غلط‌ها و خصوصا تحریرهای مختلف نشسته بر ردیف و گوشه‌های موسیقی اصیل ایرانی می‌باشد که استاد شجریان تسلط کامل بر همه آنها داشت که زیباترین نمونه برای موسیقی مرجع ایران می‌باشد. تفاوت استاد شجریان با دیگر خوانندگان هم عصر خود در همین هست. خیلی از آنها فقط تحریر بلبلی، بعضاً تحریر چکشی و بسیاری تحریرهای مخملی و نرم را به عنوان لازمه تزیین صدای خود به کار میبرند که همگی زیبا و در جای خود ارزشمندند. اما بچه تمایز استاد شجریان همین بس که تمام تحریرهای نشسته در موسیقی آواز ایران را از مکتبهای مختلف، مکتب اصفهان، مکتب تبریز و تهران و حتی لازمه های موسیقی مقامی را در آوازهای خود با ادوات صوتی مناسب آنها را اجرا کرده که زیباترین نمونه برای آوازهای مرجع که سالها و قرنها بعد زمانی که عامه مردم از موسیقی های یک بار مصرف و معمولی که نمیدانم عمدن یا سهوًا و یا خودجوش با استفاده از فضای متشنج جهان و با سرمایه گذاری های باور نکردنی و حمایت رسانه ها چنان قوی قدرت گرفتن که تمام انواع موسیقی های فاخر جهان را تحت شعاع قرار داده و خفه کرده که دیده و شنیده نمی شود، آن زمان آوازهای استاد شجریان به داد من خواهد رسید. و زمانی که مردم از شنیدن آنها خسته شدن و خود نیازش را احساس کردن که تجدید نظری در موسیقی داشته باشند، موسیقی آوازی استاد شجریان به قدری آثار زیبا و فاخر با حفظ اصالتها و ارزشها از خود به جا گذاشته که بدون شک منبع الهام استفاده آیندگان قرار خواهد گرفت. حضور استاد شجریان در این شرایط باعث جذب خیلی عظیمی از جوانها و نوجوانها به موسیقی اصیل و فراموش شده ایران شده. خود بنده در کنسرت‌های داخل و خارج کشور می دیدم جوانهایی را که با گریه و شوق و ذوق و افتخار استاد را می بوسیدن و این گفته آنهاست: استاد، امشب ما با موسیقی اصیل ایرانی آشتی کردیم. استاد شجریان هیچ وقت مدعی نشد که سبکی آورده یا سبکی را کنار گذاشته، بلکه همانطور که گفتم تمام سبک ها را مثل مکتب اصفهان، تبریز، تهران و حتی در آوازهای جدید تزییناتی که در موسیقی مقامی ایران وجود دارد استفاده کرده. تمام خواننده های چند دهه گذشته را سالها تقلید از تکنیک های آنها برای اجرای ردیف استفاده کرد و در بالا بردن توانایی های خود. و همه آنها هم ارادت داشت. به قول خود استاد شجریان، شبیه هیچ کس نیست و هیچ کس شبیه شجریان نیست. برای رسیدن به کمال از همه آموخت و اگر بود باز هم می‌آموخت. استاد شجریان با همکاری و همراهی استادان فرامرز پایور، محمد رضا لطفی، کامکارها، حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان و گروه های محترم شیدا و عارف، شهناز، گروه شمس، پرناظری ها و گروه های بیشماری از جوانان که همیشه حامی و مشوق آنان بود، موسیقی اصیل ایران را که بست نشسته در مجالس بود به روی صحنه آورد. با آمدن امکانات صوتی و تصویری با کمک استادان توانستند بیننده های خود را از 20 الی 30 نفر به 2000 نفر برسانند. استاد احساس کردن سازهای ایرانی چون در اصل مجلسی بوده، بضاعت صحنه آنها کم است
خصوصا از تکنیک های موسیقی جهانی مثل هارمونی و کنترپان و ارکستراسیون و غیره نمیتوان با این انسامبل استفاده کرد. و چون اکثر سازهای ایرانی صدای زیر و تیز دارن، استاد به فکر ساختن سازهایی که صدای بم و باس و تنور آلتو دارن افتاد که موسیقی ایران در آینده از این نظر مدیون تلاش استاد است. البته سالها طول خواهد کشید که این سازها راه تکامل خود را طی کرده و قابل قبول از نظر استاندارد صداهایی که دارن باشند و در نهایت گام بزرگی بود که استاد برداشتن که امیدوارم گام های بعدی را هنرمندان جوان برداشته تا به کمال برسد و موسیقی اصیل ایرانی صحنه های جهانی را فتح کند.